رحمت الله نبیل رسما در مقابل امارت اسلامی افغانستان اعلام جنگ نمود. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها بی بی سی فارسی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد یک حرکت سیاسی جدید موسوم به حزب ملی آزادی افغانستان که رحمت الله نبیل یکی از نامزدان آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور از اعضای رهبری آن است در خارج اعلام موجودیت کرد. در ادلایه که این حزب منتشر کرده آمده است هدف خود را در راستای دستیابی با یک دوره انتقالی کوتاه مدت و سرانجام دستیابی به استقرار نظام سیاسی مشروع و حکومت مبتنی بر ارزش‌های جهانی مردم سالاری و اراده آزادی مردم افغانستان اعلام کرده است. آقای نبیل که قبلا به عنوان رئیس اداره امنیتی ملی افغانستان نیز کار کرده است و پس از روی کار آمدن طالبان در خارج به سر می‌برد، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی در زوم این حزب را اعلام کرد. تا کنون مشخص نشده است که اعضای برجسته دیگر این حرکت سیاسی چه کسانی هستند. در منشور حزب جدید تاکید بر نظام جمهوری شده و تنها نظام خوانده شده که بالفعل میتواند حقوق شهروندی مردم را در این کشور تضمین کند و بهترین ساختار نظام حکومت غیر متمرکز گفته شده است. پس از این نیز چند حزب و حرکت سیاسی دیگر از سوی مقام‌های دولت‌های پیشین افغانستان از جمله محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه پیشین و محمد سرور دانش معاون رئیس جمهور پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت اعلام موجودیت کردند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک بی بی سی فارسی افغانستان. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.